محمد منیب ابراهیمی که خودش را مثال برای معرفی لباس‌های افغانی می‌خواند می‌گوید که به هدف آوردن صلح و ثبات در کشور انواع لباس‌های مانند واسکت و کلاه افغانی را می‌سازد تا به همه افغان‌ها و جهانیان برساند که افغان‌ها به وطن خود عشق دارند و خواهان صلح هستند. در خپل د جامعه تصویر یا هغه مشکلات چې موږ جامعه کې دي یا هغه نیمګړتیاوي دي نو او موږ غوښتل چې د مدلنګ لاره په یو تمثیل په یو پیغام په هر لباس لکه ماته ستدونه وکړي زما لباسونه ځانته یو پیغام لري نه تنها د مدل ما دی افغانستان ملي هویت کلتور ته کار کوم په زمین کې زما هر لباس مثال د سولې په خاطر د محیط زیست په خاطر د ملي یووالي په خاطر چې ما د لرګیو نه لباسونه جوړ کړي تاسو ته مې تشریح درکړم مخکې لکه همداسې د امنیتی ځواکونو د حمایت په خاطر باندې انشاءالله زه نور هم غواړم چې لیکې کار وکړم. آقای ابراهیمی افزود که مردم او را به دیده قدر می نگرند و کارهای او را ستایش کرده و تلاش می کنند تا بیشتر پیشرفت کند. ټول دوستان هغه هیوادوال هغه مینه چې راسره لري واقعا زه ډېر خوشحاله یم. اگر اوغره مینه راکې تاسو باور کړئ زه په جذبه کې اتما ته ژړا راځي، یعنی دغره مینه حتی یو چا په کمنټ کې لیکلی او زما انټرنیټي صفحه چې هلته راغلی او کمنټ کې لیکلی وای که څوک تاسو توهین کوي نو افغانستان ته توهین کوي. ابراهیمی اکنون 30 ساله است و پس از فراغت از مکتب در بخش اقتصاد و بازاریابی تحصیل کرده است. او در دوخت لباس ها از قبیل کلاه و واسکت و دیگر لباس های افغانی در تمامی آنها از سه رنگ بیرق افغانستان استفاده کرده است. او از حکومت افغانستان و جوانان خواست تا از او حمایت و در کارهایش با وی همکاری کنند. واسیان نور دیج داسیان اول دلغه تکمیل شوی نیز به کار کومه قیمتی دانونه لکه حقیق نه لکه تاریخی تیګونه د افغانستان ما تسبیح جوړی کړی لکه همدس لږ نه هر چی باندې ما کار کړی د سولې په خاطر باندې ما کار کړی دی نو زه بیا هم دا غوښتل دولت دا لرم چې ما حمایت کی او هیوادوال نه لرم چې ما حمایت کی ما سپورت کی ما سره همکاری وکړي. به گفته آقای ابراهیمی او می خواهد با انجام این کار برای تمام افغانها و جهانیان پیام صلح را برساند که افغانها صلح می خواهند و نیاز به صلح دارند.